فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند خوش آمدید. بالا بردن عمدی قیمت ارز از طرف دولت چه تأثیری بر اقتصاد مردم عادی داره؟ ببینید، من فکر میکنم که آقای وایزی با این حرفی که زده یا از سر بی‌اطلاعی اظهار نظر کرده یا برای لافزنی. نرخ ارز در ایران بالا رفته به خاطر وضعیت اقتصادی ایران، به خاطر اینکه نرخ تورم ایران بالاست، به خاطر اینکه سرمایه گذاری در ایران انجام نمیشه، به خاطر اینکه توریست ها به ایران نمیان، به خاطر اینکه ایران زیر تحریمه، و بنابراین مجموعه این عوامل به اضافه عوامل روانشناسانه در واقع تأثیر میذاره بر بازار نرخ ارز. و قیمت واقعی ارز به نظر من همون قیمتی هست که ما در بازار آزاد ارز ایران میبینیم، در بازارهای دیگر موازی که برای ارز ایران فعالیت میکنند، مثل هرات، مثل سلیمانیه، مثل دبی، مثل شهرهای زیارتی عراق میبینیم. بنابراین قیمت دلار که بالا رفته در ایران ناشی از اراده دولت نبوده و دولت جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته و به خصوص در دوره آقای روحانی تلاش کرده تا اونجایی که میتونه با تزریق ارز در بازار قیمت دلار رو به صورت مصنوعی ارزان نگه بداره. و همین الان هم آقای روحانی معتقده که وقتی که دارایی های ارزی ایران به کشور برگشت، اونها رو تزریق میکنه به بازار ارز تا ارز برگرده به 15,000 تومان. بنابراین من این صحبت آقای واعظی رو زیاد دقیق نمیدونم. آقای خاوند، شما هم به بازگرداندن ارز اشاره کردید. اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مدت هاست که هی در خبر مطرح میشه، اما چقدر مؤثر بوده و اصولا چرا دولت باید برای تهیه کالاهای اساسی نیازمند ارز صادرکننده ها باشه؟ ببینید، به خاطر اینکه در درجه اول دولت جمهوری اسلامی به ارز صادرات به اصطلاح غیر نفتی، چون بخشی از اینا نفتیه، فرآورده‌های پتروشیمی، میعانات گازی نفتیه، ولی دولت در شرایطی که به ارز حاصل از نفت دسترسی نداره، نیاز داره به ارز این صادرکنندگان کالاهای به اصطلاح غیر نفتی. خب بعضی از این صادرکنندگان که خود شرکت‌های دولتی هستند، مثل شرکت‌های پتروشیمی یا حتی فولادسازی، خود اینها هم ارزشون رو ترجیح میدن در خارج نگه دارن. اگر صادرکنندگان رو وادار بکنن که ارزشون رو به کشور برگردونن و با قیمتی ارزان‌تر از نرخ ارز بازار آزاد بفروشن، طبیعیه که اونها به هر قیمتی تلاش میکنند که از این مسئله فرار بکنند و در نتیجه باید اونها بتونن نرخ ارزشون رو، یعنی ارزشون رو با نرخ واقعی بازار بفروشن. اگر بخوان اونها رو وادار کنن که ارزان‌تر بفروشن، طبعا در مورد این مسئله مقاومت میکنن. با توجه به تاکید دولت مردان ایرانی بر جنگ اقتصادی، نتیجه سیاست‌های اقتصادی که دولت در حوزه اقتصاد به خصوص توی یک سال گذشته پیش گرفته، چقدر رفاه اقتصادی برای مردم به دنبال داشتن؟ مردم ایران فقیر و فقیرتر شدند و مهمترین عواملی که تأثیر گذاشته بر فقر مردم ایران دو چیزه. یکی بازار کار ایران که نرخ واقعی بیکاری در اون به صورت واقعی حدود 28%، نه اون نرخی که مرکز آمار ایران اعلام میکنه، و دوم نرخ تورم ایرانه که در حال حاضر پیرامون 50% نوسان میکنه، و نرخ تورم نقطه به نقطه حتی بر اساس آمار رسمی و در اسفند ماه به احتمال قریب به یقین حتی از 50% هم فراتر میره. بنابراین این عوامل اصلی فقر ملت ایرانه و تا وقتی که این عوامل عوض نشه، تأثیری در وضعیت مردم به وجود نخواهد آمد. سپاسگزارم آقای خاوند. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ما همراه بودند.